توی اون خونه نوزادی به دنیا اومده، همسایه این ور کوچه پارچه سیاه زده. یکی از داغ عزیزش مثل بارون میباره، یکی دستاشو توی دست شریکش میذاره. آره باز این درو یکی میاد یکی میره، یکی چشمش هنوزم میدوه و یکی سیره. تو این که مسافر جاده یه روز دار میشی، یه روزی پاییزی و یه روز دیگه بهار میشی. بزا شادیات بمونه غم و از یادت ببر، آخه زندگی همین قصه سنگ و سر. قصه گریه و خنده، قصه شادی و غم، قصه بالا پایین و قصه زیاد و کم. باز این درو یکی میاد یکی میره، یکی چشمش هنوزم میدوه و یکی سیره. توی که مسافر جاده یه روز دار میشی، یه روزی پاییزی و یه روز دیگه بهار میشی. میدونی هرچی خدا بخواد همونه، هم سفر یا لبخند و عشق تو تو به سه ها ببر. بالا نخه، بالا قربان، مشرف فرمودی، مزین فرمودی، اسلام کنم، بفرمید. خیلی خوش آمدید. به چه روزی خواهد بود امروز. امروز هم شبیه واسه خود شای مهندس. جونم امر فرمایید، خدمت گذارم آقای مهندس. جناب بینو مکان رو پسندیدی؟ بله. فقط میمونه قضیه شام و پذیرایی که اونم فکر میکنم با یه رستوران ممتاز باید قرارداد ببندم. چی شد؟ متوجه نشدم. با یه رستوران ممتاز؟ ما خودمون نداریم که شما برید با یه رستوران ممتاز قرارداد ببندید. قربونت برم. درست متوجه شدید. بنده نسبت به پذیرایی و غذا وسواس به خصوصی دارم. زدم، دیدم، چناختم، فهمیدم. خب به همین خاطر میخوام با یک رستوران درجه یک و مطمئن قرارداد ببندم. در اینجا باید خدمتت عرض کنم مهندس چا، خیلی ببخشید، خیلی باید ببخشید، عرض کنم که ما نوشابه رو با شام خدمت مهموناتون عرض میکنم. بله؟ جون ببینی چجوری بگم، اجازه بدید اینجا. باغ رو شام رو باغه، باغ چجوری بگم، نمیدونم متوجه میشید چی میخوام بگم یا اینکه آهان شام و باغ. منظورتون اینه که شما خودتون هم پذیرایی میکنید؟ قربونت برم، قربون مهندسم برم من، که چقدر چیز فهمی، همینه که منو شیفته شما کرده. ببین عزیزم، ما خودمون علاوه بر این که کادر مجرب داریم، کادر کار آزموده داریم، کادر حاذق داریم، آشپز داریم درجه یک، تحصیلات خارج از کشور، با سابقه طولانی در کارش. اینجوری میخوام واسهش روشنت کنم که بیش از 100 نوع غذا رو میپزه و عرضه میکنه. بابا علکی نیست ما زبون زد خواسته آمیم تو این شهر. دیگه از ما مطمئن تر و مجرب تر شما پیدا میکنی؟ نه، امکان نداره. یه زای بیا جلو، یه زای نگاه کن دیگه، نگاه گوش تو باز چی گرفتی؟ مهمونه همه راضیت بودو. من با ایناش کاری ندارم. پس چی شد؟ فقط مختصر مفید خدمت شما عرض میکنم که یکی از مفاد اصلی و مهم قرارداد ما کیفیت غذا و پذیراییه. اگر مهمانان ما از کیفیت غذا و فرم پذیرایی ناراضی باشن، نه تنها یک ریال به شما تعلق نمیگیره، بلکه بنده رسما از شما شکایت میکنم. فکر کنم دعواشون شده، خانجانش چسبیده به یه آقای ملکنش هم نیست. اومدیم ما حالا مهمونای شما تا اون دونه آخر برنج رو بلعیدن شد؟ اومدیم و میوهارم پوست کندن و نوش جان کردن و با حسه قورت دادن شد؟ بعدش هم قندونا رو قندشو خالی کردن تو جیباشون و قندونش هم پرت کردن اون طرف و نمک خوردن، به قول معروف نمکدان بشکنی کردن کارو، قاشق چنگالا رو هم ریختن تو جیباشون و از در سرشون انداختن پایین رفتن تو این جاده، تو این خیابونیه. یکی یه لغت هم زدن به درختای ما، اه و اوه کردن، گفتن این چه غذایی بود، این چه سرویسی بود. وقت شما بازم از ما شکایت میکنید؟ اولا همگی مهمانان ما
از مدیران لایق و موفق شرکت ها و مؤسسات دولتی و خصوصی هستن. این مهمونی هم به افتخار پیروزی دکل بزرگ متحرک دارم برگزار. دعوا شده، دعوا شده. خب از اون چی میگه؟ میگه که هر جا بری دنبالش میام، تو اینجا موندنی، آتیشت میزنم. بنده فوق تخصص تشریفات دارم و تا الان 1500 تا مراسم و ضیافت های بزرگ رو خودم مدیریت کردم. معلومه قیافه نشون میده. خب برای همین هستش که فرق بین غذای خوب رو از بد تشخیص میدم. ضمناً بنده از اون دست مدیران نیستم که پروژه‌های خودم رو به مناقصه بگذارم، بلکه بیشترین پول و بها رو برای بهتر شدن پروژه‌های خودم خرج میکنم و در قبالش غذا و سرویس خوب و شایسته از شما میخوام. میفهمم، خوشحال باش که طرف دادن با شعوریه. متوجه شدید؟ من متوجه شدم، من متوجه بودم. قربونت برم. میگه جانا به زبان ما سخن میرانی، یعنی چی توقعی میکنه؟ همه حرفا که من باید بزنم شما داری میگی. خوشحالم که طرف دادن با شعوریه. ببین مهندس چا بهت گفتم که سرویس. ببین از این به بعد من دنبالتم، یعنی با دمپایی رو آتیش بری من پا برهنه دنبالت میام رو آتیش. مریدت شدم. از این به بعدم باهاتم، دلم میخواد با ما باشی، همه جوره جفتش میکنیم، نمیذاریم یه نفر ناراضی بشه. خیال باید چون زنده بابا. بابا گوشت چرا گرفتی؟ چشت بگیر، نگاه کن. اینکه عرض میکردم که پرسنل زوب کارا اینا نمونه های هستن. آقای زینان سراشپز ما هستن که تحصیل کرده اون طرف هستن. امید عزیزم برخوی کوچه که من هستن و نادر سسود. بله معرفی میکنم. خوب راحت باشید. خواهش میکنم. راستی جناب منو نفر مودید که لباس فرم شما چه رنگیه؟ عرض کنم که به مناسبت های مختلف لباس ها تغییر رنگ پیدا میکنه. مثلا به مناسبت مهمونی جناب عالی لباس تقریبا، اجازه بدید اینو ببینید، اینجا این رنگی خواهد شد. این نقطه سیاه لباس ها متعدل شکل خواهد بود، مطمئن باشید. اگر محبت کنید من ببینمشون ممنونتون. تنشون میکنم همین اصلاحی در لباساتون رو بچه ها خان داداش معلومه دیگه، معلوم از حرکات و وجنات و اینا که قراردادو بستیم به خیر خوشی. قرارداد؟ من؟ شما که از همه بهتر میدونی آبی خانم. چیو؟ من دل و جیگر و جرأت این کارا رو دارم. ایوان خان داداش شکسته نفسی میفرمیدیم. کی داله دیدی که من جرأت این کارو داشته باشم؟ اونم با این آدم های کله گنده که به خودشون میگن دنبالم نیاب امیدی. من با اینا جرأت میکنم قرارداد ببندم؟ این حرفو مگه دک و پوتشونو ندیدی؟ خب باش. دیدی که خوده باش. آقا جون اینا رو من میشم. او 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 چه 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 نگو. کافیه که این آدم ها رو من میشناسم. یه ذره غذا بد نمک بشه، خوش نمک بشه، شور بشه، شیرین بشه، یه ذره بوی زخم بده فلان، بیچاره میکنن آدم ها. من میشناسم اینا چه گنده دماغایی هستن. اگر اینطور نشد چه ما خاک بریزو میشن. همین اصلا موضوع این حرفا نیستش که شما بیا غذای خوب بده، پذیرایی خوب بکن، از نظر کیفی کمی کی میتونه ایراد بگیره؟ من برای همین ناراحتم. من شما چی داری میگی؟ به من داری میگی؟ من از همین ناراحت، من از خودمون میترسم. میگه من از بیگانگان هرگز ننالی، هر آنچه کرد با من آشنا بی. من از آقا جون من از همین زینال زلیل مرده میترسم، گور به گور شده. میگه واسه چی؟ انگار نیستی تو این باغچه ها؟ چی شده مگه؟ یادت نیست سر اون عروس دومات دو هفته پیش چی رو برد؟ که به جنگ که برن خونه بخت رفتن رو تخت بیمارستان، بعدش هم زبونم لال، یهودی دی رفتن رو تخت مرده شور خونه. مگه ندیدی چه بلایی؟
گاز شلغم و برداشت با گدوننبل قاطی کرد داد به مهمونا خوردن. من نهیدی دود از پس کلشون و گوش و چشمشون میزد بیرون. آبروم رفت. یه دفعه اینطوری شده. اونا تازه آدم خوباش بودن. با اینا دیگه ببین شوخی موخی بر نمیداره. آب پاکیر بیرزم کف دستت. اینا شوخی بردار کله گندن. حواست باشه. پاس سفارشو رد کردی خب. رد کردم. من؟ مگه مخ تو کلم نیست؟ بچه ای با بچه طرفی؟ رد نکردی؟ خانداداشی که میشتسی که؟ رد نکردی؟ مخ تو کلمه کاک نکردم تو توبره که آبجی خانم یه چیزی واسط بگم مخت سود بکشه دود از همون دودایی که زینا کرده دود بکشه کلت چی؟ اینا کارشون درسته یعنی رفتیم رفتیم هوا هفته ای لااقل کم دوتا پیشنهاد رو داریم وای گفته مادام العمر ما سفارش بدیم پس خانداداش سفارشه رو گرفتی و قرارداد رو بستی مبارک باشه خانداد آش هورا میکشه واسه من یواش به خودت بگو به من داری میگی رو چشم خانداد بابا دشمن داریم ما نه یواش بین خودمون باشه کسی نفهمه به هیچ کس نمیگم وقتا کی نگم پنج روز دندون رو جگر بذار تا آخر هفته آها آخر همین هفته بذار من ببین بذار من یه تغییراتی بدم تو پرسنل اینجا رو چشم خانداداش خیالت جان پنج روز دیگه بهت خبر خاطرت جان بین خود ببین منو ها ببین بین من و شما فقط احد و ناسی نمیخوام بو ببرم باشه رو چشم ببینم چه میکنی با اجازتون من مرخص شم برم امری نیست یه دفعه بالا غیرتن آبی یه دفعه هم چیزی نکنه یه چیزی نه بابا چی کار رازدار باش ببینی چشم برو بروز نمیدم برو به سلامه امری نیست با اجازت اجازه شما هم دست ما برو بینی چی کار فاتی اون رفت اونی بیرونش کردم تو از تاق افتادی بند نیشکاتو جمع کن جمعش کن اون چه دستت گرفتی قلم با قلم با واسه چی دستت گرفتی چرا وردی تو چی اصلا چی میخوای از جون من چرا بلم نمی کنی این چیه قلم کاغذ قلم کاغذ واسه چی قلم کاغذ لیست مواد اولیه زهر مار لیست مواد اولیه من پیروز واسهتون 6 تا الاغ بار الاغی من هندونه نگرفتم تو زیر زمین خالی کردم این همه بنشنجات گرفتم اونجا ریختم بازم لیست چی مواد اولیه مواد اولیه این پیروز واسهتون زیر زمین پر کردم نه این فرق میکنه با اونا چی چیه چه گفتیه بگو ببینم فرق داره خانداداش آخه واسه چی چی نه این مال مهمونی آخر هفته که پنج روز بیشتر فرصت نداریم چی یه دفعه دیگه بگو اینا چی مهمونی چی ها مهمونی کی کجا هیچ نه یه بی خیال شد میگه بی خیال شد میگم که از کجا چی چی همچنین چی کارم کنم چی چی میگم حالا حتما باید بگم اگر نگی بهت میگم که چجوره چی سلط ماسو اینا سلط ماسو جور چجوریه اونا نگید میگم من داشتم میومدم خدمت شما هر که داشتم میومدم تیز جلدی که پریدم بیام پیش شما کارتون داشتم بعد خان باجیر من دیدم وریوه هورت کرده هی داره بر نفس نفس نگه گفتم چه جوری خان باجیر گفتش بول یه قلم نفهمیدم خان باجیر داشت میرفت از بغلش چی بغلش داشتم رد میشم دیدم هورته گفتم خان باجیر مال چی اینقدر شما متشنج چرا اعصابتون ریخته بهم در اومدن گفتم برو یه قلم کاغذ بردار برو خدمت خانداداش خانداداش میخوان لیست مواد اولیه مهمونی آخر هفته رو که پنج روزم بیشتر فرصت نداریم اون لیستو ببر بگیر من رفتم قلم کاغذ برداشتم برام خدمت شما چه لیست مواد اولیه رو بگیرم برام خبر مرگم ها زینا ها برو بیرون برو بیرون زینا برو بیرون برو بیرون تو خوبی؟ برو بای بخور نمیخوام ببینم نخوار نمیخوام شربت انگبین حساب تو خوبه ها؟
خان داداش. وای اخما تو واکن، قلبم میگیره دیگه. میگم حالا یه غلطی کردم، یه اشتباهی کردم، شما بزرگواری کنین ببخشین. دیدم زینب داره میاد پلوتون، گفتم بهش بگم خندون بیاد با روی خندون گشاد. وای میگم خان داداش. بله بله درست میفرمایین، بله گوشم با شماست. خب شما گفتیم به هیچ کس نگو، بعد من گفتم خب حتما منظورتون به زینال نیست، هیچ کس منظورتون به زینال نیست، یعنی به زینال هیچکی یعنی چی؟ هیچکی یعنی چی؟ زینال جز به هیچکی نمیشه یا میشه؟ بگو، امشب سته میکنم میمیرم ها، ده بگو دیگه. میشه. میگم میشه یا نه؟ نمیشه. نمیشه. چه میدونم خان داداش، همین که شما میفرمایید نمیشه یا میشه، مشخص کن واسه من. اذیتم بود خان داداش. زینال جز به هیچ کس میشه یا نمیشه، اینو برام مشخص کن. همون که شما میگی، همون که خویم. من از اول که اومدم بزن گفتم غلط کردم. میشه، میشه. زینال جز به هیچ کس میشه. خب میشه، همون که شما میشه. ای وای، خب یه غلطی کردم دیگه، شما ببخشین که من از اول هم این شربت رو آوردم به شما گفتم اشتباه کردم دیگه، بس کنین دیگه. ای وای چقدر کشش میدین. ای وای که چه بدبخت شدم من، مخم داره سود میکشه. میشه زینال هم جز ویش کس میشه، بدبخت شدم. هر چی ریشته بودم برداشتی پنبش کردی انداختی. اومدی رفتی، من مخصوصا میخواستم به زینال هیچی نگم، اومدی یه راست نگذاشتی، نبرداشتی رفتی گذاشتی کف دست زینال. من میخواستم خود زینال نفهمه، رفتی به اون گفتی عدل، اومدی گذاشتی کف دست اون. من میخواستم برم خیر سرم دوتا آشپز بردارم بیارم پس فردا آبروم جلوی مهمونا نره، میخواستم زینال نفهمه که من دارم این کارو میکنم، رفتی بیش گفتی. اقرونه هرچی آدمه آقل و چیز فهم، اقرونه هرچی آدمه. خب گفتم که گفتم، آخه چه ایرادی داره؟ آبروت که مهمتر خان داداش. برمیداری دوتا آشپز ماهر برمیداری میاری اینجا میذاری جای زینال، خواست حرف بزنه، خواست زبون درازی بکنه، میذاریش تو تیرکبون شوتش میکنی بره اصلا هفت آسمون اونورته. آبروت که مهمتر. خب منم که دارم همین نمیگم، حرف خود منو میزنی، دو تا آشپز ماهر بردارم بیارم. خواستم نفهمه حبز بعدم نمیگم. خانده داشت افن محسومو، نه حال من کسی گفتم، شما باورت شو. نه بابا نه 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 گرفتی چی گفتم، منظورمو نگرفتی. فردا صبح علی‌الطلوع یعنی هوا گرگومیشه. خب هنو گرگومیش هم نشده. نه صبح میفرستمش اول وقت دنبال نخود سیاه. خوبه. بفرمایید. سلام علیکم خانم. سلام علیکم زینال عزیز. خدمت شما. آ قربونه پسر. هم بفرمایید. قربونه. بفرمایید زینال. نمیشه. نه نمیشه نی. نه خدمتتون هستم. زینال جون اگه گفتی امروز چه روزیه؟ امروز آقا یه شنبه است. یه شنبه. اون که میدونم. نه مناسبتی چه روزیه؟ چه گفتی؟ روز با مناسبتی. با مناسبت. آ قربونه پسر. آ قربونه عقل و باره. امروز روز زیناله، روز توه. کشتی این سکان یعنی کشتی این باغچه مینو، حیات و مماتش، ممات ممات یعنی میتش، در دستان پرتوان زینال خواهد بود. پس روز روز توه. اگر گوش کن ببین چی، نه نشبت ببند، اگر زینال حرکت کنه، اگه مخشو به کار بندازه، اگه پشت گوش نندازه، حیات باغچه مینوه. اگر زینال پشت گوش بندازه، بی ارادگی از خودش نشون بده، سستی و کاهلی و ندونم به کاری از خودش نشون بده، روز ممات و میت، یعنی باغچه مینو رو بعد درش گل گرفت، کاگل کرد،
روش هم گز خاک کرد، کلونش هم در آورد انداخ رو کولش. هر کدوممون یا بریم دنبال گدایی، توبه گدایی میزه گردنت، یا از پشت میله های زندان اینجورکی سرک میکشیم به هم دیگه نگاه میکنیم. اینجوری بجور باید به هم نگاه کنیم. امروز پس روز روز زیناله. آقا زینال غلط بکنه میخواد ندونم کاری بکنه، زینال بی جا بکنه بخواد پشت گوش مندازه، زینال خرکی باشه زد دهنی میزنه. زور نزن، دور از جون خر، زور نزن. حالا ما به هم زدی با این، میخوام ببینم چه میکنی. دیروز این یارو اومده و پیش من میخواد آخر هفته مهمونی را بندازه. خب چه میکنی شما؟ غذایی درست بکنم خان داداش، غذایی درست کنم بذارم جلوشون که انگشتاشم باش بخورن. این ببینن باز زورم هم دفعه مهارم رو به هم میزنی. بس مثل همیشه میخوایی نشون بدی خودتو. زینال یه دفعه دیگه میخواد خودتو نشون بده. دیروز این باباه اومده بود، این آقا مهندسه اومده بود پیش من، خیلی هم سفارش میکرد که غذا باید چنین باشه چنان باشه. من دار کار نداریم الان. ببین میگفت میخوام سرویسی بدید اسمی نومی که تو خاطرات بمونه و بعدم میگفتش که یه چیزی یه مرتبه از تو جیفش در آورد به من داد، گفتش که همه کارها بستگی داره، یعنی سرویس و رفت و آمد و قضا و اینا بستگی به این داره. چه ها؟ خوب چشاتو قیقاج کن ببین ببینیش که فردا روز نگی ندیدم ها. این چی چیه خانده داشت؟ دیدیش؟ قیقاج کن نه. آها ببینی؟ چیه؟ چیه؟ این یه نوع نخوده، نخوده بخصوصه. نخوده بخصوص. بخصوص. نه از این نخودهای معمولیان، نخود هر آش و این حرفا که میگن نه، یه نخودیه که هم گرون قیمته هم کمیابه. این آقا برداشته و برده داده به من، میگه که از این آشپزتون باید آب پز کنه. بله. نیم پز کنه. بعد با یه سس مخصوصی آشپزتون قاطی کنه، یکی یه بشقاب بذاره جلو هر مهمونی، کلاس بذاره واسه مهمونا. این اون سس هر که قاطیش میکنیم میگه یه مزه‌ای پیدا میکنه به چیز. بله. برای هر کسی یه بشقاب بذاره جلو. بله. ببینم چه میکنی. من پختم از این پختم. جدی میگی؟ درست کردم، به هر خبر دارم. خدا وکیلی من تو این 80-90 سال عمرم به این و به این الله نهیده بودم. اسم دسترم یادم بود، اسمش چی بود؟ توی که زبونم چی بود اسمش؟ عجب نخود. از هزار زور به خودم بیارم بود، یادم بیارم. برو بینم کار داریم، باید بری زودتر، بودو به این بیا. بیا کجا میری؟ کجا میری؟ نرم وایسا کارت دارم. نرم این پولم میگیری از قرار. میگن همین آقای مهندسه میگفت هم کمیابه هم گرون قیمته. همه پول؟ ممکنه کم هم بیاری. شما میری این ور اون ور، بگین خودو میری این ور اون ور میگردی هر جا پیدا شد به قاعده بله یه گونیه 10 کیلویی ول نک دلش نمی کنی برهان، این پولو بهش میدی کم اومد بگو بیانه بقیهش بسد بیارن واسه باقچه مینو میخوام، میندازی تایوانت میاری اینجا برو که رفتی. دوستان و عزیزان زبده آشپز، ورودتون رو بنده منوچهر مینو اصلا مدیریت باغچه مینو، ورودتون رو به باغچه مینو خیر مقدم میگم. خیلی خوش آمدید. عرض کنم که همونطور که اطلاع دارید همه ساله باغچه مینو برای تکمیل کادر مجرب و زبده آشپزخونه خودش اقدام به آزمون همگانی میکنه. امسال هم از شما عزیزان دعوت به عمل اومده تشریف بیارید اینجا و در این آزمون شرکت بکنید. به تبع هر کسی که نمره بهتر بیاره و به سوالات بیشتر جواب بده و امتیاز بیشتری رو از آن خودش بکنه ما در اختیارش خواهیم بود در آشپزخانه چی؟ مینو. افتخار همکاریش رو خواهیم پیدا کرد. عرض کنم که خواهش بکنم اینم باید خدمتون عرض کنم که آقای امید مینو اخوی بنده داور شماره 1 همکاری میکنن بنده، آقای نادر سسود داور شماره 2 هستن که افتخار همکاریشون داریم.
ایشون از اوناست که از تقلب نخواهد گذشت، تقلب رو به اشد مجازات میرسونه و میگیریم دومش از اینجا پردش میکنه، از صفحه روزگار محوش میکنه کسی که تقلب بکنه. حواستون باشه همه چیز رو بذارید کنار، فقط به سوالات جواب بدید. سوالات خیلی ساده است، مربوط به اطلاعات عمومیتون میشه و طراحی و آشپزی مدرن جهان رو مطرح میکنه. 4 تا جواب داره هر سوال، در مقابلش هر کدوم سوال که درست بود از نظر شما توی چارخونه دفتر میکشید. سوال اول رو بنده اول تقسیم کنید ورقه ها رو. امید جان تقسیم کن بین آقایون. سوالات رو به دقت بخورید اول و بعد که عرض کنم خدمتتون که متوجه شدی سوال درسته جواب رو، اول سوالی که بلدید علامت بزنید، نرید سراغ اون سوالات سخت. سوالات بسیار ساده است و مطمئنن از عهدش برخواهید اومد. با اونطور که من اطلاع پیدا کردم بچه های بسیار آفرزای دوبهی هست. خب ورقه ها رو برگردوندید امید جان؟ نه خواهش میکنم. 3 با شماره 6 2 شروع میکنید. 1 شروع بفرمایید. 1 سوالی الف، غذای سنتی میرزا قاسمی توسط کدام یک از آشپزهای معروف خطه شمال اختراع شده؟ الف میرزا قاسم کرمانشاهی، ب میرزا قاسم زابولی، جیم میرزا قاسم همدانی، دال میرزا قاسم دامغانی. جلوی علامت سوال جواب صحیح علامت ضرب در بزنید. 2 آشپز زبده و ماهر کسی است که الف غذای خوشمزه بپزد، ب با کمترین امکانات بهترین غذا را تولید کند، دال دستمزد او اندک باشد، جیم به تمام فنون آشپزی مسلط باشد. 3 کدام یک از مواد و مصالح زیر برای بالا بردن حجم کباب کوبیده و صرفه‌جویی اقتصادی در آن مؤثر است؟ الف نان خشک، ب سویا، جیم پیاز گندیده، دال آشغال گوشت. آمیز جعفر کله پس از چه تاریخی به دنیا آمد؟ خانداداش بله بله که بچه داره تقلب میکنه با موبایل بگیریدش، میگه میرزا قاسمی او که بگیریده. الف سال 700 هجری شمسی، ب سال 1315 هجری شمسی، جیم سال 1182 هجری شمسی، دال هر سه موارد درست است. بده من برای موبایل نکنید، موبایل نکنید، موبایل تلفن های همراه خاموش. ببینید چی میشه، هر کی تقلب بکنه اینجوری میشه. 2 دقیقه بیشتر فرصت ندارید، بدونید که تموم شد. اما آزمون چی؟ عملی. عملی. آزمون عملیمون عبارت است از درست کردن قرمه سبزی واسه یک جمعیتی هول و هوش 30 نفر مثلا. بله. 30 نفر. میخوام قرمه سبزی درست بکنید که ببخشید انگشتاشو طرف بخوره. این 30 نفر یعنی بریزن یه مرتبه قرمه سبزی رو بلعتو کنن. مواد اولیه‌ش هم میدیم خدمتتون. 1 کیلو برنج، 250 گرم گوشت و 250 گرم هم لوبیا. بله. این غذا رو شما باید در کمتر از بله 1 ساعت آمادش بکنید واسه این 30 نفر. ببینم چه میکنید. بله. بفرمایید مواد اولیه. پس قرمه اینجا... سبزی چی میشه؟ جان؟ سبزی قرمه. سبزی نمیدید؟ چی شد؟ بفرمایید خواهش میکنم. سبزی اگه میخواستم بدم که قرونت برم من خودم اینجوری هم
عمه بندم بلده با سبزی قرمه سبزی درست بکنه. بله. کاری نداره. من میخوام ببینم بدون سبزی شما چه جوری قرمه سبزی درست میکنی. ببخشید آقای مینو. جونم. یعنی بدون سبزی درست کنی؟ اجازه بده آقا ببینم چی میگه. یعنی بدون سبزی درست کنی؟ میفهمم بدون سبزی درست کنی. بدون سبزی؟ بله. بس نخه. مگه میشه بدون سبزی هم قرمه سبزی درست کرد؟ این چه سوال مسخره ای شما میکنی؟ بدون سبزی میشه قرمه سبزی درست کرد؟ نه نمیشه. نمیشه بدون سبزی که قرمه سبزی درست کرد. قرمه برم ببین. نه اجازه دارید برید از بیرون از مغازه بخرید که سق نداری بیرون برا. بله. در تمام مدت آزمون نه ما بهتون سبزی میدیم. میخوام ببینم قرمه سبزی رو چه جورکی درست میکنید. بله. صحبتم نباشه. بچه نشستید من نگاه میکنید بلاش نگاه اون دیگ ببین من اون دیگ این مواد اولیه اینم همه چیز موجوده وسایلش هم هست بلند شید آشپزیه؟ برو خانده هایی صدا کن بیا خانده داش آزمون ما به خوبی و خوشی و خیلی تموم شد میمونه نتیجه آزمون که الان به استحضارتون خواهم رسوند نتیجه آزمون رو خدمتتون بگم که همگی در آزمایش کتبی مردود شناخته شد مردود کمر رو درست کردیم آقا با کمر رو تقلب کردیم الان اجازه بدید الان من خدمتتون یک بار دیگه سوالا رو میخونم جوابش میدم تا متوجه بشید ملتفت بشید که کجا ها رشته باشد اجازه بده عزیز من سوال یک آزمون کتبی این بود که غذای سنتی میرزا قاسمی توسط کدام یک از آشپزهای معروف خطه شمال اختراع شده است الف میرزا قاسم کرمانشاهی ب میرزا قاسم زابولی دا جیم میرزا قاسم دامغانی دال میرزا قاسم کجایی؟ تهرانی که جواب صحیح اون میشه میرزا قاسم شمالی که هیچ کدومتون توجهش نکرد چرا؟ ای بابا همینی که هست همینه ساکت ساکت سوال دو آشپز زبده و ماهر کسیست که الف غذای خوشمزه بپزد ب با کمترین امکانات بهترین غذا رو تولید کند جیم دستمزد او اندک باشد دال به تمام فنون آشپزی مسلط باشد جوابش میشه دستمزد او اندک باشد متاسفانه همگی دال رو زده بودید چه به تمام فنون آشپزی کدام یک از مواد و مسائل زیر برای بالا بردن حجم کباب کوبیده و صرفه اقتصادی آن مهم است الف نان خوش ب سویا جیم پیاز گندیده دال آشغال گوشت جوابش میشه تمام موارد فوق خیلی ساکت باشین همه رو میندازیم بیرون اما سوال آخر
تقلب. سال آخر میز جعفر کله پس در چه تاریخی به دنیا اومد؟ سال 700 هجری الف، 1315 هجری قمری ب، سال 1182 هجری شمسی جیم. تمام موارد بالا که جوابش میشه چی؟ تمام موارد بالا. مورد دال رو که همگی بازم اشتباه زده بودی، اما در مورد آزمون عملی فقط باید بگم که دوست عزیز و ارجمندم آقای حسن آقا برنده شدن. به افتخار ایشون دقیقاً همون کاری رو انجام داد که انتظارش داشتیم. به جای سبزی رفته بود علفای باغچه رو زده بود ریخته بود تو قورو سبزی که بسیار خوشمزه شده بود غذا. من که انگشتامم لیشتم. ولی با تقدیر از اینم داشته باشید که با تقدیر از حسن آقای گل که آشپزی شرف نداره، ما مجبور شدیم که جواد آقای گل رو به استخدام باغچه مینو درونیم. به افتخارش دست. چه دلیلی؟ چرا؟ چرا؟ دلیلش؟ دلیلش؟ پاتی نشد. چرا؟ پاتی بازی نشد. به چه دلیل؟ چون دستمزدی که از ما خواسته بود از همه شما پایین تر بود. به افتخارشون. به افتخار جواد. جواد آقا تبریک میگم خدمتش. جواد جان بیا. بهترین آشپز در ای روزگار، ببین به چه روزی افتادیم. ای پدرت بسوز نخود، حالا اگه پیدا نشه چه غلطی بکنم؟ جواب خواهم داداش چی بدم؟ آب روی باغچه مینو در خطر. خیر سرم بابا. سلام علیکم. سلام آقا. خسته نمیشه. سلامت باشی. خوبی؟ خیلی ممنون. این نخود داری؟ داری بده ببینیم میخواییم بریم. یلا. بله آقا. خوبه، خوبش هم داریم، عالیش هم داریم. از همین نخود میگم. از این نخود داری؟ مگه همین که کف ترازو گذاشته این نیست؟ همینو میگم. بر نگاه کن رنگشو، قهوه‌ای سوخته. این رنگی بله به سیاه میزنه. داریم آقا. از این داری؟ بله. جون مادرت داری؟ بله. یه لحظه صبر کن، الان براتون میارم. بگو تا صبح صبر کن. بگو 48 ساعت صبر کن. نوکرت هم هستن. به جونت دیگه داشتم ناامید میشدم. برو بردار بیار. هر چی داری بردار بیار. نوکرت هم. خیلی آقایی. آقا خاک تو گورم شد. ها؟ شرمنده تونم. در چی؟ از همین نخودا که میگی؟ خب پیش بر شما یکی اومده همه رو برده. همه رو برداشته برده؟ بله. هیچی نداری الان؟ نه دیگه. چه شانسی دارید شما؟ ای توف به تو این شانس، ای توف تو این ذات این شانس. ای نگاه کن، من از صبح بلند شدم رفتم بازار نخود فروشا. نخود هر جای دنیا رو بگی داشته الا این نخوده. قلم پام میشکست صبح بلند میشدم صاف میامدم همینجا. اه! اه! آقا ببخشید، شما گفتید این چیه؟ گفتم چی؟ گفتم چی؟ گفتید این چی آقا؟ این چیه؟ مگه نگفتی از همین نخود داشتم صبح همه رو برداشته یکی برده؟ مگه نگفتی؟ آقا شما مسخره کردی منو؟ مگه تو نگفتی از این نخود؟ کوف! نخند! مگه نگفتی از همین نخود داری؟ آقا شما از این نخودا گفتی ها؟ خب. من منظورم از این نخودا است. این نخوده؟ برات دار چی؟ لوبیا سفید برمیداری واسه من میاری میگی نخود؟ این نخوده؟ کوب؟ دیوونه گیر آوردی؟ مسخره گیر کوری؟ چشات نمیبینه؟ فرق نخود سیار باشه بیا سفید من تشخیص نمیدم. درد بیدرمون میشه باز میکنه واسه من؟ آقا شما گفتی. خب شما بذار من برم انباری نگاه کنم بیام، شاید داشته باشی. زهر مار برم انباری نگاه بکنم. مرد شور برده بری انباری نگاه بکنی، دو روز من اینجا علاف بکنی، بعدش هم مهمونی تموم شده باشه و آخر سرم بر من داد. نخند میگم. به جای نخود سیاه برداری دو تا گونه لوبیا سفید واسه من برداری بیاری. وزق نخود. Thank you.
این بوی چیه میاد اینجا؟ چی؟ بوی چی میاد اینجا؟ یکم فسنجون خودم تنها گذاشتم برای نهار. چیز دیگه نیست که؟ یعنی دست ننت درد نکنه. اسمت نهاری، اسمت چی بود؟ خلج، خلج. خلج؟ بخو، دوست جونه. نار مامانت درست میکنه برمیداری میاری اینجا نه؟ خودم درست میکنم. باید باید نمیشه؟ تو اینا رو درست میکنم. بله خودم درست میکنم. فرق لوبیا سفید در نخودسیه تشخیص نمیده. تو بر من فسنجون اینجوری درست میکنی؟ آقا چشمه من ضعیفه. اگر مواد دعوتیاشو بذاری جلو دستم برای خودم تو رو میرم تا آخرش. دروغ نگو. به جان خودم. ویر میزنی؟ بزنم تو سره. دروغ نمیگم. نه جان من خودت درست کردی. به جان خودم درست کردم. برو آقا تعطیل من نمی غذا بخورم. برو بابا جان. بابا چه بیکار هم سر زور نکنم. بفهم. چی شما خواستی؟ توپ. از کجا فهمیدی بابا؟ هی تو نوخه. آها. گبی. اکه یاد گرفتی؟ وجدان آشپزی رو از که یاد گرفتی؟ به جان خودم من مادرزادی آشپز بودم. من شیر خوش خودم و اکوچیک خودم درست کردم میخوردم. چی فکر کردی؟ آب میخوری؟ ویر میزنی نه؟ حرف مفت بزنی نه؟ به جان خودم داری دروغ میگی؟ اه چرا دروغ میگم؟ راست میگم بابا. عجب گیری رو بخم آب میخوردم. عجب دست مفت به وجدانی. دمت نه.